و ما این فشار را حتی بیش از این تشدید خواهیم کرد و ایران رو به عقب خواهیم روند به خاطر ثبات، صلح و نفع اسرائیل، همسایگانمون و جهان. ما همچنین سپاسگزاری میکنیم از این واقعیت که ایالات متحده از ما کاملا حمایت کرده، حمایت کامل کرده در دفاع از خودمون در برابر تجاوزات ایران، و ما مصمم هستیم که در صورت نیاز اقدام کنیم و هر گونه اقدام ایران برای گسترش نظامی خودش رو و نفوذ خودش رو با سلاح‌های خطرناکی که داره در سوریه مقابله کنیم. باش هیچ محدودیتی بر اقدام ما، آزادی عمل ما وجود نداره و این حقیقت که ایالات متحده از اقدامات ما حمایت میکنه قابل ستایشه. همین هفته گذشته ما تلاش های یکی از نیروهای نیابتی ایران، یعنی حزب الله، برای تأسیس استحکاماتی در بلندی های جولان رو رو کردیم یا برملا کردیم، ناکام گذاشتیم. و این البته من فکر میکنم به این دلیل و به دلایل بسیار زیاد دیگه موقعشه که الان جامعه جهانی حضور اسرائیل در جولان رو تایید بکنه و همینطور این حقیقت رو که جولان همواره بخشی از اسرائیل باقی خواهد موند رو تایید بکنه. آقای وزیر، خیلی ممنون از دفاع شما از حقیقت و همینطور بیانیه مهمی که در مورد دیوان داوری لاهه انجام دادین. ما هم نگرانی های ایالات متحده و بسیاری کشورهای دیگر رو داریم و همینطور در مقابله و این دادگاه، یعنی دیوان بین المللی لاهه، به جای اینکه بیاد با جنایات گسترده کشورهای دیگر مقابله بکنه، میاد به کشورهای مثل ما میپردازه، درست برعکس اون کاری که باید بکنه رو انجام میده. و این واقعیت که شما در برخلاف و علیه اون صحبت کردید بسیار بسیار اهمیت داره. من سپاسگزاری میکنم از ایالات متحده به خاطر این اقدام بسیار مهم و ضروری برای دفاع از منافع هر دو کشورمون در برابر این تحریف شرماور قوانین بین‌المللی. اسرائیل هیچ دوستی بزرگتری از ایالات متحده نداره و دوستی بزرگتر از اسرائیل هم برای ایالات متحده وجود نداره. من بی‌صبرانه مشتاق سفر به واشنگتن هستم، تا با پرزیدنت ترامپ ملاقات کنم و بر این باورم که ما میتونیم این رابطه رو حتی از اینی که هست هم نیرومندتر کنیم، نیرومندتر، و امیدوارم که ما به همین کار ادامه بدیم. سپاسگزارم. سپاسگزارم آقای نخست وزیر. شما میدونید که اسرائیل هم هیچ دوستی بزرگتر اسرائیل نداره، بزرگتر از ایالات متحده نداره. مردم اسرائیل میتونن مطمئن باشن که پرزیدنت ترامپ و دولت پرزیدنت ترامپ این روابط بسیار خوب رو حفظ میکنه و پرزیدنت ترامپ منو فرستاده اینجا تا این روابط کاریمون رو قوی تر کنیم. جای خاصی در قلب من داره اسرائیل. من به عنوان اولین سفرم به عنوان وزیر خارجه رو به اینجا انجام دادم و من همینجور ایمان هم دارم، آدم مؤمنی هستم، ایمان باورمندی هستم، و به خاطر همین اومدم به اینجا به کشور اسرائیل. حالا در مورد کاری که انجام میدیم، طی چند دقیقه دیگه ما با کشورهای دیداری خواهیم داشت، جلسه خواهیم داشت با سران کشورهای یونان و قبرس برای انرژی. ما همینطور تلاشایی میکنیم برای مقابله با توسعه طلبی های ایران، چین و روسیه. این ملاقاتی که ما انجام میدیم بخشی است از تلاش ما برای تشکیل یک ائتلاف منطقه‌ای. هفته یا ماه گذشته ما با نمایندگان بیش از 60 کشور در ورشو ملاقات کردیم، با حضور بیش از 60 کشور همونطوری گفتم، و همینطور نمایندگان عرب، کشورهای عربی و اسرائیل در مورد پایان جنگ در یمن، مقابله با تروریسم و اسلامگرایی تروریستی، و همینطور حرکات ها اقدامات گسترده ایران ملاقات کردیم، با هم صحبت کردیم و همینطور مورد مسائل امنیتی و انرژی. این به صورت بنیادی دیدگاه ما اینه که این منطقه نیازمند گفتمان هست و ما همینطوری که میخواییم به سمت یک صلح پایدار و جامع بین اسرائیلی و فلسطینی ها حرکت بکنیم، باید اینها رو، این گفتمان رو پیش ببریم. این باعث میشه که این جور چیزها باعث میشه که موقعیت های و فرصت های اقتصادی هم به وجود بیاد. امروز، همین حالا، یعنی غروب امروز، در واقع ما روز خاصی رو برای یهودیان جشن میگیرن امروز رو، فکر میکنم یوم کیپور رو گفتن، و که در مقابل یک
بله، ایشون میگه من هم اون روز اونجا بودم، تقریبا دقیقاً 4 سال پیش بود که در اون روز شما در مورد تهدید بسیار بزرگی که مردم یهود، ملت یهود با اون روبرو هستند، خطر جمهوری اسلامی ایران با که دنبال نابودی و ریشه‌کنی کامل اسرائیل هست صحبت میکنید. آیت الله ها بیش از 40 ساله یا 4 دهه است که در مورد این هدفشون، در این هدفشون حرکت میکنن و دنبال سلاح‌های هسته‌ای هستن و کاری رو نمیکنن که به صلح بیانجامه. و خودش گفته آیت الله که منظور خامنه‌ای و خمینی هدفش اینه که اسرائیل رو از بین ببره، هیچ هدفی بالاتر از این نداره. بنابراین ما تعهد خلل ناپذیرمون رو از حق اسرائیل برای دفاع از خودش بیان میکنیم. ما طبق توافقی که در سال 2016 نوشتیم، در سال 3.8 میلیارد دلار برای کمک به اسرائیل برای تامین امنیتش هم تعهد میکنیم و خیلی مفتخر هستیم که تونستیم سامانه های پدافند موشکی تاد رو به اسرائیل فرستیم تا مقابله کنیم با موج موشک هایی که میان از کشور دیگه. و ما همینطور مقابلمون رو بار دیگه مقابلمون رو با یا تعهدمون رو برای مقابله با این کارها اعلام میکنیم، با افزایش و بلند بالا رفتن موج یهود ستیزی در اروپا و آمریکا ما باید کارهای دیگه بکنیم. چالش های ما به ویژه فوریت ویژه‌ای دارن و باید و مستلزم دیپلماسی و سیاست خارجی هستن. متاسفانه ما در حتی کشور خودمون، حتی در پایتخت کشور خودمون در ایالات متحده هم ما مسائل یهود ستیزی رو متاسفانه میبینیم. فردا من و سوزان خانومم یک گردشی خواهیم کرد در این منطقه، از سفارت ایالات متحده در اورشلیم بازدید خواهیم کرد که سال گذشته اونجا افتتاح شد. من چشم به راه این هستم که این کشور رو ببینم. سپاسگزاری میکنم از نخست وزیر و همینطور از مردم اسرائیل به خاطر اینکه بسیار بسیار مفیدن. بله میگن که پرسشی پاسخ داده نمیشه، اینجا پرسشی مطرح نباید بشه.